سلام، من هدیه نوری هستم و این دیوار مربوط به یکی از پروژه‌های ویلای من هستش که دارم مدل سازیشو انجام میدم، که اومدم این پله و این دیوار رو براتون ایزوله کردم که یه نکته رو بهتون توضیح بدم و این نکته جزو نکاتیه که باید حتما وقتی مدل سازی دارین انجام میدین بدونین و من توی پکیج مدل سازی من بهش اشاره کردم و کسایی که پکیج رو تهیه کردن، پکیج جادوی مدل سازی رو، کاملا با این نکته آشنان. اونم تفاوت اسنپ 2.5 و 3 هستش. با این دو کاری ندارم چون اصلا چیزی نیست که به دردتون بخوره و به قول یکی از دوستانم CPU اضافه است در اصل مغزتون. الان میریم سراغ این 2.5 و 3. وقتی شما اینو میذارین رو اسنپ حالت 3 یعنی 3 بودی و بر فرض مثال میدونیم که خب ورتکس هم همیشه اینجا روشنه و بهترین حالت همینه، من میام اینجا میخوام یه سری نقاط رو این پایین بکشم، هم اینا رو برای من پین میکنه، هم مثلا یه نقطه‌ای که توی این ارتفاع رو برای من پین و آهن ربایی میکنه و میچسبونه اونجا. دوباره مثلا اینجا به همین ترتیب من ادامه میدم، میبینید الان به اینجا چسبون. یعنی در اصل نقاط من رو روی سه محور X, Y و Z میچرخونه. حالا فرض کنید من اینجا میخوام قرنیز بکشم. الان این پلان من ساده است. ممکنه شما یه پلانی داشته باشین که ساده نباشه. خب کار من سخت میشه دیگه، من حالا باید بیام بعد از اینکه کشیدم خطوطو همه اینا رو مثلا سلکت کنم و بیام زداشون رو با هم یکی کنم که زمان بره. این کار اصلا نیازی نیست، شما میرین اینو دیلیت میکنین و اسنپ رو میذارین روی حالت 2.5. تو این مواقع حالت 2.5 چی کار میکنه؟ باز این نقاطی که تو ارتفاعهای مختلف هستن رو میشناسه، اما از ارتفاعی که شما شروع میکنین فقط توی همون ارتفاع میچرخه، یعنی اینجا دیگه نمیاره کارتونو. ببینین X و Y گو فقط میاد تغییر میده، دیگه با Z ما اصلا کاری نداره. اینطوری میشه که برای مثال تو کاربرد، یعنی کاربردی که داره خیلی زیاد توی داخلی کشیدن قرنیز و اینجور چیزا هستش، ما دیگه با اون مشکلی که با اسنپ حالت 3 بودی داشتیم مواجه نشیم. پس وقتی شما میخواستین دور یه چیزی رو خط بکشین و نیاز نداشتین که تو ارتفاع مختلف باشه، حتما اسنپتون رو بذارین رو حالت 2.5 که کارتون بدون خطا انجام بشه. متشکرم، خسته نباشین، خدا نگهدار.